خوش آمدید به هارد تاک. من استیون ساکر هستم. در حالی که کشورهای سراسر دنیا در تلاشند همه‌گیری ویروس کرونا را مهار کنند، نیاز به یک واکنش جهانی هماهنگ بیش از هر زمان دیگه ای احساس میشه و این درست زمانیه که نهاد سازمان ملل یعنی سازمان جهانی بهداشت باید پا به میدان بگذاره. ولی این سازمان خودش در کانون طوفانی سیاسی درگیره. پرزیدنت دونالد ترامپ با طرح این اتهام که سازمان جهانی بهداشت به چین گرایش داره، کمک مالی آمریکا رو به این سازمان متوقف کرده. مهمان امروز من دکتر دیوید نابارو، نماینده ویژه سازمان جهانی بهداشت در خصوص مبارزه با کووید 19 است. آیا سازمان او در بزرگترین آزمون خود شکست خورده؟ دیوید نابارو از ژنو به برنامه خوش آمدید. سپاسگزارم استیون. بسیار ممنونم. شما به عنوان آدمی بسیار با تجربه در مقابله با بیماری‌ها از مالاریا گرفته تا وبا و ابولا، حالا نماینده ویژه سازمان جهانی بهداشت در زمینه کووید 19 شدید. آیا امروز در مقایسه با یک ماه پیش نگرانی شما در مورد شیوه گسترش این بیماری در جهان بیشتر شده؟ من از همون اول که راجع به این بیماری شنیدم، همواره در موردش نگران بودم و با ادامه شیوع اون نگرانیم بیشتر شده. ما تازه داریم احساس می‌کنیم که تا حدی میشه در اروپا و آمریکا این همه گیری رو مهار کرد، اما این فقط دستاورد مقررات سفت و سخت فاصله گذاری فیزیکیه که در دوران قرنطینه و خانه نشینی افراد به اجرا در اومده. نگرانی من اینه که این ویروس در طول این قرنطینه ها از بین نرفته و با پایان دادن به قرنطینه، چنانچه سیستم دفاعی کاملی در برابر ویروس نداشته باشیم، همه گیری از نو گسترش پیدا میکنه. من واقعا نگران کشورهای فقیرم به دو دلیل. یکی اینکه اونها در مقایسه با کشورهای پیشرفته خدمات درمانی بسیار ضعیفی دارند، و دوم اینکه مقررات خانه نشینی که حالا ناگزیر باید در بسیاری از کشورها به اجرا در بیاد، بر امنیت غذایی مردم و تغذیه اونها اثر میگذاره و به فقر روزافزون مردم منجر میشه. دیوید، آیا شما هم مثل بعضی این رو اجتناب ناپذیر میدونین که سرانجام این همگیری دامنگیر آسیب پذیرترین کشورهای دنیا میشه؟ منظور من مثلا سرزمین هایی مثل یمن و شمال سوریه است و کشورهایی کم و بیش فروپا پاشیده مثل ونزوئلا. آیا این همگیری در نهایت تلفات گسترده‌ای در همه اون مناطق به جا می‌ذاره؟ به طور حتم این همگیری علیه هر کشور و هر جمعیتی در جهان یه تهدید خواهد بود. به همین دلیل یگانه راهی که ما میتونیم بر اون غلبه کنیم و از اون پیشی بگیریم اینه که هر کشوری و هر جامعه‌ای در هر جا اون رو بشناسه و بدونه که چگونه به شیوه خودش میتونه از سرایت اون جلوگیری کنه. نکته بسیار مهم اینه که تاکید کنیم این بیماری ناگهان و خود به خود از بین نمیره و تا آینده نامعلوم با ما میمونه. بنابراین ظرفیت دفاع از خود در برابر اون و یادگیری اینکه چگونه با ترس دائمی از ویروس کنار بیایم برای آینده بشریت ضروری خواهد بود. In that context, how disappointing is it to you that the world health در چنین وضعیتی چقدر برای شما ناامید کننده است که حالا سازمان جهانی بهداشت به جای اون که در تلاش جهانیان برای مهار این ویروس در صف مقدم باشه، دستخوش دو دستگی سیاسی شده. آمریکا کمکش رو به این نهاد قطع کرده، سیاستمدارای دیگه هم هستن که به شما خورده میگیرن و شما اگر بخوایم صریح باشیم با مشکل جدی عدم اعتماد روبرو هستین. A profound credibility problem. Well, first of all, I want to stress. خب اول میخوام تأکید کنم که مدیریت کنونی مقابله با ویروس رو شبکه‌ای فوق‌العاده برجسته از کارشناسان بهداشت و درمان عمومی در سراسر جهان بر عهده دارن. جامعه درمان و بهداشت عمومی سازمان جهانی بهداشت رو هسته اصلی خودش میدونه. همه ما یا در مقام اعضای این سازمان یا به عنوان بخشی از شبکه‌های سازمان جهانی بهداشت کار کردیم و برای جامعه بهداشت و درمان جهانی در این مورد تردیدی وجود نداره که سازمان جهانی بهداشت نهاد اصلی پیشتاز ماست. از نظر ما اعتبار این سازمان خدشه‌دار نیست. اگر رهبران سیاسی هستند که با این نهاد مشکل دارند، به عهده خودشونه که مشکل رو حل کنند. باید داشته باشید که سازمان جهانی بهداشت رو 194 کشور که کشورهای عضو خونده میشن اداره میکنند و کارکنان سازمان در این ساختار مدیریتی فعال هستند.
اینها روند و ساختار اداری موجود در سازمان جهانی بهداشته. من میخوام به اصل مطلب بپردازم. در بعضی جاها این تصور قوی وجود داره که سازمان جهانی بهداشت در نوعی پنهانکاری در خصوص آغاز واگیری کووید 19 با چین تبانی کرده. آیا اینطوره؟ مطلقاً چنین نیست. تکرار میکنم، به هیچ وجه اینطور نیست. اگر تا این اندازه مطمئن هستین، به من توضیح بدین که چرا ما حالا شواهدی داریم مبنی بر اینکه مقام‌های چین هفته‌ها دانسته‌هاشون در مورد خطرناک بودن شدید این ویروس و مصری بودن این ویروس از انسان به انسان رو پنهان کردن و سازمان جهانی بهداشت نتونست تا چند هفته پیاپی این موضوع رو به آگاهی دیگران برسونه. For week upon week to flag that up. خب کاری که البته ما در سازمان جهانی بهداشت انجام میدیم و همیشه هم روال اینه، بررسی بسیار موشکافانه و علمی یه رویداده و اینکه چه چیز در چه روزهایی رخ داده و چه کسی چه اطلاعات داشته و چه کسی به چه کسی چه چیزهایی گفته. کار درستم همینه. در سال 2014 زمانی که من در زمینه ابولا کار میکردم، اتهامات فراوانی علیه سازمانهای گوناگون مطرح بود، از جمله اینکه نتونسته بودند به موقع اقدام کنند. در اون زمان بررسیهای لازم انجام شد، اما این کار بعد از اینکه ما بر همه‌گیری غلبه کردیم صورت گرفت. چیزی که حالا اهمیت داره و استیون من میخوام بر اون تاکید کنم اینه که همه در هر جا باید بر کاری تمرکز کنند که ضروری انجام بشه. ما با یه وضعیت اضطراری عظیم و جهانی روبرو هستیم و قطعا ضرورت داره که همه ما حواس خود رو معطوف به اون کنیم. این که ما توجه خود رو از این امر منحرف کنیم و از ما بخوان به واکاوی موضوع دیگه‌ای بپردازیم، اون هم در بحبوحه تلاش‌های همگان برای یک پارچه نگه داشتن مردم در انجام هر اون چه برای مقابله با ویروس لازمه، صادقانه بگم ناروا و نابجاست. من اینو درک میکنم و شما نکته بسیار مهمی رو طرح کردید. با این حال موضوع فقط واکاوی گذشته نیست، بلکه موضوع اعتباریه که همواره مطرحه. چون همه ما باید بدونیم که وقتی سازمان جهانی بهداشت با دولت‌ها همکاری میکنه، آیا میتونه به همه داده‌ها دسترسی داشته باشه و آیا دولت‌ها در مورد اون چیزی که در قلمرو کشورشون اتفاق میفته شفاف و صادق هستن و در نتیجه آیا سازمان جهانی بهداشت شبکه‌ای که اطلاعات درست رو با دیگران به اشتراک میذاره؟ در حال حاضر ما در این باره مطمئن نیستیم، بلکه همین تازگی مطلع شدیم که آمار رسمی ووهان در مورد شمار قربانیان کووید 19 تا 50% دور از واقعیت بوده. چه چیز دیگه‌ای در مورد نحوه عمل این ویروس هست که از اون بی‌خبریم؟ استیون، این پرسش بی‌نهایت پیچیده‌ایه. امیدوارم به من وقت بدی تا پاسخ بدم و شاید هم ناگزیر بشم از تو بخوام بخش‌هایی از اون رو تکرار کنم. بیا از آمار شروع کنیم. مایلم که تو چیزی رو که در روزهای اخیر در بریتانیا اتفاق افتاده مرور کنی. به ما گفتند که فکر کنم در طول 24 ساعت اخیر میزان مرگ و میر در بریتانیا به ناچار افزایش یافته، چون متوجه شدند که به همه مرگ و میرهای احتمالاً مرتبط با کووید 19 دسترسی نداشتند. به این دلیل که عمدتاً بر پایه نتایج اعلام شده از طرف نظام بهداشت و درمان بریتانیا آمارگیری می‌کردند و بعد پی بردند مرگ‌های دیگری هم بودی که در شبانه روزی‌ها و آسایشگاه‌ها رخ داده. همین نکته در مورد کشورهای دیگه هم صدق می‌کنه. بازنگری آمار در طول یه همه‌گیری بسیار رایجه و بینندگان برنامه شما نباید تصور کنند که صرفاً چون آمار مرگ و میر بازنگری میشه، پس حتماً پنهانکاری در کار بوده. نکته دوم اینه که سازمان جهانی بهداشت یک نهاد بازرسی جهانی در زمینه بهداشت و درمان نیست، بلکه سازمان والایی است که بر اساسی که پایه‌گذاری شده بر مبنای اطلاعاتی که تک تک اعضای اون در اختیارش میگذارند فعالیت میکنه. این سازمان نمیتونه دولت‌ها رو مجبور کنه اطلاعات خودشون رو منتشر کنن. چنین قدرتی نداره. این شیوهیه که ما همواره بر اساس اون عمل کردیم و به گمان من در آینده هم به همین روال کار خواهیم کرد، مگر اینکه دولت‌ها مقررات دیگه‌ای وضع کنن که ما بر پایه اون عمل کنیم. من این نکته رو میفهمم و نکته مهمی هم هست، اما فراموش نکنیم که رئیس شما دکتر تدروس که رئیس سازمان جهانی بهداشته به پکن رفت و در طول گفتگوهاش با شی جی پینگ و دیگران در توصیف واکنش چین به کووید 19 از هر چه تعریف و تمجید بود کم نگذاشت. حالا با توجه به چیزهایی که میدونیم، آیا شما عمیقا از این بابت متاسف نیستین؟ اجازه دارم کلامت رو در اینجا قطع کنم. واقعا مهمه که بینندگان شما دقیقاً بدونن دکتر تدروس در اون موقع چه میکرد. او روشی رو که دولت چین بعد از اون که پی برد چی پیش اومده در واکنش به شیوع بیماری در پیش گرفت ستایش کرد.
اونا چند کار کردند که هر کشور دیگه‌ای باید انجام بده. مردم خودشون رو از اون چه رخ میداد آگاه کردند. خدمات بهداشت و درمان عمومیشون رو تقویت کردند و افزایش دادند. بیمارستان‌ها رو بر اساس شرایط جدید تغییر کاربری دادند و همه دولت رو فرا خوندند و به کار گرفتند تا رفت آمدها به ووهان متوقف بشه و بیماری به نقاط دیگه ای کشور سرایت نکنه. از این اقدامات ستایش شد چون همون کارهایی بود که باید صورت می گرفت. کشورهای دیگه هم به همین شکل عمل کردند. به ویژه کشورهایی که در سال 2003 به ویروس سارس آلوده شده بودند. این چیزی بود که دکتر تدروس تحسین کرد. او کشورهای دیگر را هم تشویق کرد که گزارش رو که با ما درباره مشاهداتمون از رویدادهای چین در ماه فوریه نوشتیم بخونند و اون یافته ها رو خودشون به کار ببرند. کار درستی بود. من به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای بهداشت و درمان معتقدم این کار درستی بود که انجام شد. در این صورت پاسخ شما به افرادی که مدت زیادی با سازمان جهانی بهداشت بودند و حتی پا به پای اون کار کردند چیه؟ من در یکی دو دقیقه آینده به موضوع ترامپ میپردازم، اما حالا منظورم کسایی مثل دیوید فیدلر که عضو شورای جهانی سلامت و مشاور شورای روابط خارجی سازمان جهانی بهداشت هم بوده. او گفته از آغاز سال ما با وضعیتی روبرو بودیم که در اون گویا وقتی پای چین در میان باشه، سازمان جهانی بهداشت میل نداره قدرت خودش رو اهمال کنه. پاسخ شما به این حرف چیه؟ خب البته تحقیقاتی انجام خواهد شد. اون عده از ما که حالا در این زمینه کار میکنیم معتقدیم که سازمان جهانی بهداشت در محدوده اختیاراتی که داره عمل کرده. من باز همین نکته رو ذکر میکنم، حتی اگر اصرار داشته باشی که نخوام اونو تکرار کنم. در ضمن مایلم به این نکته هم تاکید کنم، سازمان جهانی بهداشت از میانه ماه ژانویه این موضوع رو به روشنی مطرح کرد که گمان میره این بیماری یه بیماری جدی و عمده باشه. در 14 ژانویه این نگرانی در نشست‌های خبری و موقعیت‌های دیگه بیان شد و از اون زمان تا به امروز هم همینطور بوده. این ویروس رو جدی بگیرید. وقتی موارد بیماری در کشورتون بروز می‌کنه سریع اقدام کنید. طوری رفتار نکنید. مطلقاً طوری رفتار نکنید که انگار این بیماری خفیفیه. تصور نکنید که مثل آنفولانزاست. این توصیه و هشداری بود که سازمان جهانی بهداشت از ماه ژانویه تا به امروز همواره تکرار کرد. متوجه شدم. ما به توصیه‌های شما به دولت‌ها و مردم جهان خواهیم پرداخت. اما فقط یه نکته دیگه. تایوان. دولت تایوان میگه که در اواخر ماه دسامبر اطلاعاتی رو برای شما در سازمان جهانی بهداشت ارسال کرد و در اون ترس خودش رو از سرایت کووید 19 از انسان به انسان، البته اون موقع به این اسم شناخته نمیشد و ما حالا اونو به نام کووید 19 میشناسیم، ابراز کرده و گفته که مواردی از سرایت در اون موقع دیده شده بود. اونا میگن شما هیچ پاسخی بهشون ندادید و بسیاری نگرانن که به دلیل ارتباط نزدیک سازمان جهانی بهداشت با دولت چین، شما هر اظهار نظری رو که از جانب تایوان مطرح شده جدی نگرفته باشین. آیا اینطوره؟ چنین چیزی حقیقت نداره. پس بذار حقایقی رو بر پایه استنباط خودم بگم و میخوام بر این تاکید کنم که من در اون زمان برای سازمان جهانی بهداشت کار نمی کردم. من کارم رو به عنوان نماینده ویژه این سازمان در پایان ژانویه شروع کردم. به هر حال در 21 دسامبر چین خبر داد که در ووهان، در واقع در استان هوبی، مواردی از یک بیماری شبیه آنفولانزا مشاهده شده و این گزارش به سازمان جهانی بهداشت داده شد. در همان روز مقامات تایوان به سازمان نامه نوشتند و گفتند که شنیدیم بیماری با مشخصات آنفولانزا در ووهان شایع شده. آیا میتونید اطلاعاتی در این زمینه به ما بدید؟ تا اونجا که من میدونم سازمان جهانی بهداشت هیچ اطلاعاتی از تایوان دریافت نکرده بود. اطلاعاتی که متفاوت از چیزی باشه که دولت چین به اطلاع این سازمان رسونده بود. بنابراین البته که بررسی انجام میشه و مطمئنم اطلاعات بیشتری به دست خواهد اومد. اما این چیزی که من میدونم و این اطلاعات نشون نمیده که تایوان اطلاعاتی رو در اختیار سازمان گذاشته که با اطلاعات دریافتی از چین فرق داشته. خب دکتر نابارو، شما میدونین و من هم میدونم که کسی مثل دونالد ترامپ این حرفا رو قبول نداره. اما بذارین رابطه با آمریکا رو در تصویری بزرگتر ببینیم. دونالد ترامپ در توییتی گفت که سازمان جهانی بهداشت کار رو خراب کرد. به دلایلی آمریکا عمدتاً بودجه این سازمان رو تامین می‌کنه. اما اونا به گفته او بسیار چین محورن. او 400 میلیون دلار یا در این حدود از کمک‌های سالانه آمریکا به سازمان جهانی بهداشت رو قطع کرد و حالا روشنه که شما با آمریکا مشکلی اساسی پیدا کردید. به عنوان یک فعال با تجربه در مبارزه با بیماری‌های جهانی، چگونه به کاری که دونالد ترامپ کرده پاسخ خواهید داد؟
شما میدونید که من شاید بیش از 40 ساله که در عرصه بهداشت جهانی کار کردم و در دستگاه‌های بین‌المللی در سازمان جهانی بهداشت و نهادهای دیگه بیش از 17 ساله که فعال بودم. مهمترین پشتیبان از نظر پرسنل، از نظر مشارکت و تامین سرمایه مالی ایالات متحده آمریکا است. ما همیشه با آمریکا رابطه بسیار عالی داشتیم و این رابطه را ادامه خواهیم داد. کارشناسان آمریکا در مأموریت به چین مشارکت داشتند. کارشناسان آمریکا در برنامه واکنش سریع سازمان جهانی بهداشت همراه و همگام ما هستند. کارشناسان آمریکا پیوسته با سازمان جهانی بهداشت همکاری کردند. حتی همین اواخر، به خصوص اونا که مسئول مهار بیماری‌های واگیردار هستند. این درست نیست که بگیم رابطه سازمان جهانی بهداشت با آمریکا چیزی بجز پیوندی نزدیک و تنگاتنگ. و همینطور هم باید باشه. بله، آمریکا شمار زیادی کارشناس و متخصص فوق‌العاده داره که ما مردم دنیا به اونا متکی هستیم. بله، اما باید این واقعیت رو بپذیرین که دونالد ترامپ اعلام کرده که امروز اعتبار سازمان شما رو قبول نداره. گوردون براون اقدام ترامپ رو آسیب رسانی به خود خونده و گفته که بسیاری این کار رو اقدامی خرابکارانه تلقی میکنن. آیا با او هم نظر هستین؟ من واقعا مایل نیستم واژه‌هایی به کار ببرم که هم بر انتقاد از رئیس جمهور هیچ کشوری بشه که بخشی از نظام جهانیه. کارکرد و تاثیرگذاری نظام‌های جهانی منوط به توافق و همکاریه. وقتی شما مثل حالا با یه وضعیت حاد روبرو هستید، مهمترین ضرورت اینه که همه رهبران با هم کار کنند تا رفاه و آسایش جمعیتی متشکل از 7.8 میلیارد نفر تا حد ممکن بیشتر بشه. اگر رهبر یه دولت تصمیم بگیره که از این اجماع جهانی جدا شه، اون وقت مشکل فقط مشکل سازمان جهانی بهداشت نیست، بلکه مشکل همه دنیاست و این به ویژه مشکلی جدی خواهد بود اگر اون رهبر رهبر جایی باشه که بخش عمده ای از بودجه دستگاه ما رو تامین میکنه. پس حالا بذارین اگر میشه نگاهی به پیش رو بندازیم. دکتر تدروس رئیس شما گفت که پیام به دنیا و همه دولت‌ها باید این باشه: آزمایش، آزمایش، آزمایش. واقعیت اینه که بعضی کشورها، مثلا کره جنوبی و آلمان، آزمایش‌های انبوه انجام دادن که به نظر میرسه در جلوگیری از رشد ابتلا بسیار مهم بوده. اونا موفق بودن. سایر کشورها از جمله بریتانیا از شیوهی مشابه پیروی نکردند و منحنی ابتلا در این کشورها پایین نیومده. آیا شما آماده هستین که کشورهایی مثل بریتانیا رو برای این ناکامی کلان مؤاخذه کنین؟ سازمان جهانی بهداشت قادر نیست کشورها رو مؤاخذه کنه و اونا رو به باد انتقاد بگیره. کاری که این سازمان انجام میده اینه که رویکردهایی که به نظر میرسه موفقیت‌آمیز بودن رو شناسایی کنه. رویکردی که در برخورد با این بیماری بسیار سودمند بوده، توقف امکان سرایته. اگه بتونید افراد رو آزمایش کنید تا ببینید که ناقل ویروس هستند یا نه، متوقف کردن سرایت آسان‌تر میشه. بسیاری از کشورها به شکلی خستگی ناپذیر تلاش کردند که ظرفیت و امکاناتشون رو برای انجام آزمایش بیشتر و بهتر کنند. این آزمایش پیچیده‌ایه و کشورهایی که اونو انجام دادن و امکان انجام اون رو در سطح گسترده در بین مردم خود فراهم کردن، تونستن بر ویروس غلبه کنند. به نظر من این چالش در مقابل کشورهای فقیرتر وجود داره که نمیتونن به سرعت آزمایش‌ها رو انجام بدن. و برای این کشورها ما هر کاری که بتونیم می‌کنیم به آزمایش دسترسی پیدا کنند. و اگر هم نتونن این امکان رو داشته باشن، براشون توضیح بدیم که به چه نحو به مؤثر دیگه‌ای میتونن زنجیره سرایت بیماری رو بر مبنای روشی که ما بهش میگیم تشخیص نشانه محور قطع کنن. من میخوام به این استدلالتون بپردازم که گفتین سازمان جهانی بهداشت به هیچ وجه نقش یا وظیفه‌اش این نیست که کشورها رو مؤاخذه کنه. من دو سوال کوتاه از شما دارم که اگه میشه کوتاه پاسخ بدین. وقتی ما میبینیم که چین ظاهراً هنوز هم با خوشنودی دایر بودن بازارهای به اصطلاح تره‌بار رو در شهرهایی مثل ووهان مجاز میدونه، بازارهایی که در اون حیوانات وحشی زنده در کنار مواد خوراکی دیگه فروخته میشن، و ما باور داریم که به احتمال زیاد کووید 19 از همین بازارها به جمعیت انسانی دنیا سرایت کرده، آیا وقت اون نشده که شما و همکارانتون در جایگاه مدیران سازمان جهانی بهداشت اعلام کنین که این راه و روش پذیرفتنی نیست و باید برچیده بشه؟ ما نمیتونیم بگیم که پذیرفتنی نیست و باید برچیده بشه، اما میتونیم بگیم که همه شواهد حاکی از اونه که بازارهای تره‌بار و خوردن گوشت حیوانات وحشی و رفتارهایی از این دست خطر بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام رو افزایش میده. ما واقعا این رفتارها رو توصیه نمی‌کنیم. در این صورت لازمه که ما ساختار سازمان جهانی بهداشت رو بازسازی کنیم تا قدرت واقعی و اثرگذاری بیشتری داشته باشه، درسته؟ استیون، شاید تو یا من ترجیح بدیم که ساختار سازمان از
نوع تعریف و بازسازی بشه. اما سازمان جهانی بهداشت رو کشورهای جهان اداره میکنن و اونا به طور مرتب با هم دیدار دارن. اونا تصمیم میگیرن که چه اختیاراتی به سازمان داده بشه. تردیدی نیست که اونا پیامدهای وضعیت کنونی رو بررسی خواهند کرد و تصمیم میگیرن که آیا میخوان اختیارات رو تغییر بدن یا نه. اما در حال حاضر به سازمان جهانی بهداشت این اختیار داده شده که توصیه کنه، راهنمایی کنه و بررسی کنه، ولی دستور نمیده. آیا راه خروج ساده ای از این وضع هست؟ حدس میزنم پاسخ شما منفی باشه، اما در این حال گمون میکنم که در طول این مصاحبه تلویحاً گفته باشین که وضعیت فعلی رو باید نه برای چند هفته یا چند ماه، بلکه حتی برای چند سال محتمل بدونیم و پس از اون شاید شرایط کم و بیش عادی در کشورهای ما و جوامع دنیا از نو برقرار بشه. آیا اینطوره؟ کشورهایی هستند که به ما نشون میدن علی‌رغم ادامه حضور ویروس و خطر اون، راههایی برای تداوم فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی ما هست. ما از تجربه‌های این کشورها استفاده می‌کنیم تا راهنمون‌هایی رو برای جهان تدوین کنیم. و این به اون معناست که ما می‌تونیم از موقعیت فعلی عبور کنیم، همزیستی با کووید 19 رو میسر بدونیم، به شرط اون که در همه جوامع و همه جا امکانات دفاع از خود رو در برابر ویروس فراهم کنیم و به شرط اون که مقررات روشنی برای برخورد با شیوع بیماری داشته باشیم. اگه اجازه بدین کمی به جزئیات بپردازیم. یه نکته جزئی هست که من رو گیج کرده. شما در یه مصاحبه پیشین اشاره کردین که مردم دنیا باید به پوشیدن ماسک عادت کنن. این عقیده شما بوده. اما عقیده رسمی سازمان جهانی بهداشت هنوز اینه که مردم عادی نباید ماسک بزنن و فقط کارکنان و خدمه بهداشت و درمان و پرستاران دیگه باید از ماسک‌های حفاظتی استفاده کنن. پس توصیه لازم چیه؟ موضع سازمان جهانی بهداشت در این مورد روشن. دنیا با کمبود ماسک‌های با کیفیتی که میتونن هر کسی رو به خوبی از ابتلا به این بیماری محافظت کنن روبروه. این ماسک‌ها ماسک‌های N95 یا FFP هستن که قابلیتشون برای جلوگیری از ورود ذرات به بدن بیشتره. ما می‌خوایم مطمئن بشیم که این ماسک‌ها ترجیحاً برای کارکنان و پرسنل بهداشت و درمان کنار گذاشته بشه تا اونا از گزند بیماری در امان باشن. و می‌خوایم اطمینان حاصل کنیم که پرسنل درمان و بهداشت در کشورهای فقیرتر در خط مقدم دریافت این ماسک‌ها قرار بگیرن. و کسان دیگه‌ای که نگران جان خود هستن همه این ماسک‌ها رو تصاحب نکنن. در مرحله بعد کسانی که مبتلا به این بیماری شدن باید بتونن ماسک بزنن تا خطر سرایت بیماری به دیگران کاهش پیدا کنه. در رتبه سوم کسانی هستند که حرفه و کارشون ایجاب میکنه در تماس نزدیک با دیگران باشن. اینا باید ماسک داشته باشن. چهارمین مورد که سازمان جهانی بهداشت به روشنی توضیح داده، وقتی که گروه‌های مردم در تعامل با هم در کنار یکدیگه قرار بگیرن و امکان رعایت فاصله گذاری فیزیکی بین اونا به طور دائم نباشه، در این حالت افراد باید ماسک بزنن. اما من معتقدم و فکر میکنم که سازمان جهانی بهداشت هم رفته رفته این نقطه رو پیدا میکنه که استفاده از پوشش صورت و ماسک در سطحی گسترده تر به عنوان بخشی از راهبرد جمعی برای مهار این وضعیت ضروری خواهد بود. اما ما نمیخوایم که کادر درمانی بدون محافظت بمونن و این نکته کلیدیه. اگه بخوایم واقع بین باشیم، شما دارین تلویحاً میگین که همچنان که آمریکا و اروپا در تلاشن تا راههایی برای رفع شرایط به اصطلاح خانه نشینی و قرنطینه پیدا کنن و نمونه هایی از این رو هم دیدیم، شما ظاهراً معتقدین که کووید 19 از میان نرفته و موج دوم، سوم، چهارم و شاید چندین موج دیگه این واگیری در راه باشه. این موج ها تا کی دووم میارن؟ ببینید، به گمان ما این ویروس به این زودی ها از میان نمیره. تمام. معنای این حرف اینه که ما باید یکی از این دو رو داشته باشیم. یا باید در شرایطی قرار بگیریم که درمانی برای این بیماری باشه تا هر کس که مبتلا میشه بتونه از درمان استفاده کنه و دیگه احتمال مرگش وجود نداشته باشه، و یا باید واکسنی باشه که همه با استفاده از اون مسئولیت پیدا کنن و در برابر ویروس ایمن باشن، همونطوری که در مورد سایر بیماری‌های ویروسی اتفاق افتاده. اما ما واکسن در اختیار نداریم و نمیدونیم چقدر طول میکشه که چنین واکسنی ساخته بشه، و هنوز درمانی هم نداریم و نمیدونیم کی برای این بیماری درمانی پیدا میشه. پس همه ما باید یاد بگیریم چطور با این ویروس زندگی کنیم و کسب و کار و روابط اجتماعیمون رو به رغم حضور اون ادامه بدیم، تا مجبور نباشیم که به دلیل گسترش سرایت و واگیری احتمالی همیشه در قرنطینه و خونه بمونیم. دیوید نابارو، بسیار سپاسگزارم که از ژنو ما رو همراهی کردید. خیلی ممنون.